حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز از آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری ایادت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این ایادت از آخرین وضعیت درمانی آیت الله مهدوی کنی اطلاع یافتند و سلامتی و بهبودی ایشان را از خداوند متعال مسئلت کردند. خدا انشالله حفظ کنه ایشون رو، خدا انشالله با ما برگردونه. آقای مهدوی سر عزیزی هستیم. شب گذشته نیز حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری به نمایندگی از رهبر انقلاب در بیمارستان محل بستری آیت الله مهدوی کنی حضور یافته بود. آیت الله مهدوی کنی بعد از ظهر چهارشنبه 14 خرداد به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار دارد. از نخستین ساعت صبح امروز تا ساعتی قبل این بیمارستان محل رفت و آمد نگرانان حال آیت الله. بزرگی که نخست وزیر شد، وزیر کشور شد، عضو شورای نگهبان شد، رئیس مجلس خبرگان هست، ولی دو نکته هست. یکی این که اصلا خودش دنبال این پست ها نبود. مهمتر از این که این پست هایشون عوض نکرد. بسیار عقلانی صحبت می کردن، بر مبنای معیارهای شرعی و ارزشهای دینی صحبت می کردن. نه حالت تهجر در اون وجود داشت، نه حالت روشنفکری که از چارچوب ارزش‌ها و اصول دین خارج باشه. سوابق درخشان انقلابی، اخلاق سیاسی و مسئولیت‌های خطیر در بحران‌های انقلاب او را چنان محبوب ساخته که از هر طیف و جریان سیاسی به ایادتش آمدند. شأن ایشون به قدری بالاست، خصوصیات و ویژگی‌ها و فضائل ایشون خیلی زیاده. همه هم ایشون را به خوبی می‌شناسن. یکی از خصوصیات ایشون اینه که همه ایشون را قبول دارند. نزدیکان هم محضر ایشون توصیه داشتند که در مراسم بزرگ داشته حضرت امام به دلیل ناراحتی قلبی حضور پیدا نکنند. جالبه که ایشون می‌فرمایند من به واسطه ارادتم به امام نمیدونم که در مراسم بزرگ داشته امام حضور پیدا نکنه. اما آخرین اخبار از وضع جسمانی این یار دیرین امام و رهبری و خدمتگزار به دین و انقلاب از زبان عضو تیم معالج. وضعیت عمومی که شامل فشار خون و نبض هست در یک ثبات و پایداری نسبی رسیده. خوشبختانه از شب گذشته تا کنون بی‌نظمی مجدد قلبی مشاهده نشده و نیاز به مداخله جدیدی به صورت شوک خارجی نیاز نبوده. با وجود این بهبود حال آیت الله بیش از تلاش پزشکان به دعای خیر مردم و خواست خدا محتاج است.